سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خواستم یه توضیحی بدم راجع به حذف شدن بعضی از سرک‌های مجموعه گوز. اول جا داره اینو بگم که سمپلین کلا کار باحالیه و اینکه یه فرهنگ توی هیپ هاپ محسوب میشه و از شروع جریان هیپ هاپ این قضیه بوده و همچنان هم ادامه داره و بیشتر آهنگایی هم که توی هیپ هاپ دنیا یا حالا هیپ هاپ ایران هستن و حالا آهنگای مطرحی هم هستن، اون هم اکثرشون از همین تکنیک توشون استفاده شده. و کلا آهنگسازایی هم که خودم دنبال میکنم مثل فلاینگ لوتس، مثل ریزا، مثل آلکمیست که از آهنگسازای خیلی مطرحی هستن تو دنیا، هم اونها هم از تکنیک سمپلینگ استفاده میکنن. پس سمپلینگ کلا کار ناپسندی نیستش. مشکلی که توی مجموعه بودش، خب به دلیل فشردگی بالایی که ما تو مرحله تولید داشتیم و فاصله کمی که تا انتشار آلبوم مونده بود و حالا طبق برنامه ریزی هم که داشتیم اینجوری بود که تو 99 حتما آلبوم رو منتشر کنیم. مشکل اصلی مشکل کلیر نکردن سمپل ها بود که حالا حتما باید این کار انجام میدادیم که متاسفانه انجام ندادیم و این مشکل هم برای دو یا سه تا از سرک ها اتفاق افتاد. و خب مثلا یکی از سرک ها که ترک های من بود، رپس یا پیچک، من توش از یه استرینگی استفاده کرده بودم که من اجازه قانونی استفاده از اون سمپل رو گرفته بودم، ولی خب خیلی اتفاقی شبیه موسیقی متن فیلم شد، فیلم The Revenant، که حالا مثلا به این دلیل این ترک حذف شدش. مشکل دیگه ای که وجود داشت، طبق ایمیل هایی که از طرف ساوندکلاود گرفتیم، حجم بالای ریپورت هایی بود که توسط آدم ها انجام شده بودش و خب یکی از دلایل حذف شدن ترک ها همین بودش. مسئله دیگه این بود که خب با توجه به بازخورد بالایی که مجموعه داشتش توی چند روز اول که تونست توی چارت ساوندکلاود باشه جزو تاپ ها، این قضیه هم حساسیت ساوندکلاود رو بالا برد که در نهایت سه تا از سرک های مجموعه رو حذف کردش. در آخر هم پیامی که واسه تیم ریپورت کننده دارم اینه که تلاششون رو بیشتر کنن به جای خودزنی و اینکه خب رشد ما به نوعی رشد کل این جریان هستش و قبل از اینکه گوزنو بخوام بکشن خود علی گوزنو کشته. دمتون گرم، ببخشید سرتون رو درد آوردم، چاکرین فعلا.